رازها و نیازها. بفرمایید. سلام دکتر. سلام، بفرمایید خانم. ببخشید آقای دکتر، من یه سنم 60 سال هست، شوهرم 68 سالش هست، من پزشکم، شوهرم پزشک متخصص هست، خودم نرسینگ خوندم ولی بعد از ازدواج کار نکردم چون که ایشون گفتن که ترجیح میدادن کار نکنم. بعد شوهرم آدم یکم خشن و خشن بود ولی خب منم خیلی دوست داشت و من خیلی واقعا مظلوم و اینا بودم و بخاطر همین هیچ وقت خیلی سرصدایی نمیشو. نه نفهمیدم. نه صبر کنین صبر کنین. اولا ایشون چه مدلی ازدواج کردید؟ ما حدود 37 سال 36 سال. خب اون موقع ایشون چرا نمیخواستن که شما که به هر حال دانشگاه رفتید تحصیل کردید کار بکنید؟ نمیدونم، چون با قشر نرسینگ و اینا زیاد میگفتن آدمای نمیدونم، میگفتن خیلی خوب نیستن و منم واقعا خسته شده بودم و اینا، گفتم فعلا نباشه کار نکنم. به من بفرمایید چند تا فرزند دارید؟ من 3 تا فرزند دارم، 35-6 ساله، 33 ساله و 30 ساله. اون وقت به من بفرمایید چرا شما مدعی میشید که ایشون شما رو دوست داشتن در حالی که خشن بودن؟ مقصود از خشن چیه؟ دوست داشتن یعنی چی؟ من اینو مطمئنم چون که خیلی منو دوست داره و داشته، ولی که کلن آدم عصبانی هست با مثلا بچه ها و اینا، با هر کسی سر کارش و اینا، تا یه چیزی بگن که مثلا موافق میلش نباشه عصبانی میشه. خب وقت با شما چی؟ با من واقعا عصبانی میشد ولی که یعنی میشه، ولی حتی کمتر از خانواده و خواهرای خودش با من عصبانی میشد، ولی با منم هیچی نمیگفتم، یعنی هیچ کس نمیدونست که مثلا. البته میدونم این حرفا برای شما شاید معنایی داره و نه فرقی میکنه، متوجه هستم، ولی آدم که به این شدت عصبانیه معمولا هیچ کس رو دوست نداره، چون عصبانیت در این حدی که قابل اداره و کنترل برای خودش نیست ناشی از یک احساس بد، خشم و تنفر عزیز. بله. بنابراین ببینین آقای دکتر، به اون صورت که بگم خیلی عصبانی بس نیست به اون صورت، ولی یه چیزایی که مثلا اذیتش میکنه و اینا بگیر میده به این چیزا و ول نمیکنه. خب حالا اگر مشکلتون فقط همینه که برخی از اوقات ایشون عصبانی میشدن و میشن یا چیز دیگه است؟ بله، یعنی الان مشکل من چیز دیگه هست، برای اینکه من بالاخره دوست داشتم زندگیمو تحمل کردم و هیچ، حتی خانوادم هم نمیدونستن که ما مشکلاتی داریم از این چیزا. چه مشکلاتی شما چه مشکلاتی شما داشتید عزیز؟ ما مثلا دعوا که میکرد مثلا خیلی صداشو بالا میبرد، من ناراحت میشدم، البته بعدش میومد مثلا بوس میکرد و پای منو بوس میکرد و این چیزا. بالاخره من فراموش میکردم، ولی مشکل ما از وقتی شروع شد که دکتر ما اومدیم، البته اون وقت هم همه شک داشت به من، میگفتش تو قبل از ازدواج کاری کردی نکردی، و من همیشه میگفتم نه. و حتی بعد از ازدواج که من مثلا به من گفتش که تو کیا مثلا با تو از تو خوششون اومده و اینا، من چند تا از همکارای خودشم حتی گفتم که اینا مثلا با من میخواستن و اینا. این که حتی رفت با یکیشون به من، یه دفعه ناراحت بود رفت با یکیشون صحبت کرد که همکارش بود، دوستش بود، که اونم بهش گفت بود نه من واقعا هیچ رابطه ای با این نداشتم، این من فقط من ازش خواستم که مثلا با من بیاد و ازدواج کنه، اینم بهانه آورده گفته که نه الان اسلامی چیزای دانشگاه ممکنه ما رو بگیرن و من نمیخوام، چون من یعنی راستیاتش از اون مثلا قیافه اون خیلی کسا بودن که خوشم نمیمد و نال کاری با اون ندارم.
خب حالا شما این حرفا رو اولا بی خود به ایشون گفتید، ولی حالا گفتید ایشون هم ایشون خب این بعدا چه مشکلی برای شما به وجود آورد؟ بله این مشکلی به وجود نیورد آقای تو، یعنی چون خودش مثلا اصلا این مشکل ما الان اونجا نیست. مشکل ما این هست که من حدودای 25 سال پیش ما اومدیم تورنتو، بعد این 5-6 سال اولش که این همش، نه 3 سال اولش که همش نشست درس خوند و من واقعا ساپورتش کردم، هیچ خودم کار کردم ساپورتش کردم و این حتی بعد از یکی 2 سال امریکا قبول شد که بره امریکا بخونه رزیدنسیشو، باز من بچه ها رو با نگه داشتم، اصلا هیچ مشکلی باهاش نداشتم. بعد در همون بین بود که من خواهرم هم مهاجرت کرد اومد تورنتو. بعد از اون موقعی که این خواهرم اومد تورنتو، این به من گیر داد که تو با شوهر خواهرت رابطه برقرار کردی. بعد من خب خیلی برام ناراحت کننده بود و اینا، از اون موقع دیگه من اینو همش بهش میگفتم که تو این کار اشتباه کردی و این چیزا. بعد و واقعا هم در عرض این 5-6 سالی که این یعنی حدود 7-8 سال طول کشید تا این مدرکشو گرفت، من از هر کاری که بگیم کردم، از تو رستوران کار کردم، دیکر کردم، خیاطی کردم که بچه هامو بزرگ کنم. البته بچه هام هم دختران واقعا کار میکردن و کمک به حالم بودن، در صورتی اون یه هیچی درآمد نداشت. بعد از چندین سال که این بالاخره امتحانا رو میشد تو خونه میخوند و من مواظب بودم که همه چی آماده و اینا باشه، بعدش کار گرفت، کارم خیلی وسواس داشت که کار خوب بگیره. 3-4 سال همینجور نشست خونه و دنبال کار گشت تا اینکه یه کار خوب تو امریکا پیدا کردیم و اومدیم اینجا. بعد از وقتی که این اومدیم اینجا، این باز همینطور که خب دیگه من درآمد نداشتم. البته من از ایران برام درآمدی میاد، ولی که یعنی ارثم میاد، ولی که اونقدی نیست که مثلا بتونم. از وقتی که این درآمد پیدا کرد و اینا، دیگه هیچ خرج، یعنی خیلی به من چیز نمی کرد که مثلا من هر کار هرچی میخوام بخرم یا اینکه مثلا چیز یکم مواظب پول بود و بعدم وسواس نشون داد که حساب مالیمون از هم جدا کنیم و این حسابم کم شده، چرا اینطوریه، یا رفتی تکس پر کردی، چرا اینقدر دادی اونقدر ندادی تو. خلاصه وسواس ها و چیزاش شروع شد و بعد چیزی که من اونار من هر دفعه که این به من تهمت اینجوری میزد که بعدش تهمت میزد که آقایی که دوستمونه تو مهمونی بوده، بعدش برای تو فیسبوک نوشته که من میخوام با تو دوست بشم، یعنی ریکوست دوستی داده، این حتما با تو سر داشته. بعد خلاصه هر دفعه این یه نفر بهش اضافه میشد که لیستش دیگه 3-4 نفر شد، که من هر دفعه هم که این دیگه خیلی پافشاری میکرد تا دیگه یعنی 3-4 سال آخر واقعا منم جلوش وای میسادم، خیلی عصبانی میشدم و جیب داد را میداختم. بعد و هر وقت اینطوری میشد من میگفتم که اگر به من دوباره تهمت بزنی من میرم. و بعد من میرفتم و مثلا 3-4 ماه طول میکشید، این هیچ وقت نمیگفت که مثلا بیا. و بعد من خودم برمیگشتم و وقتی برمیگشتم خب خیلی اپریشیت میکرد و بالاخره خیلی با هم خوب میشد. ولی بعد از دوباره 2-3 ماه دوباره همون موضوع رو پیش می آورد که تو اینطوری هست و من دوباره برمی کردم می رفتم. بعد حالا چندین ماه هست که من رفتم پیش دکتران و اونا کجا هستن؟ اونا یه شهر دیگه هستن؟ بله دخترام شهر دیگه هستن. البته من بچه هامو واقعا اینقدر این بچه ها منو دوست داشتن برای اینکه می دونن من چقدر برای اینا فداکاری کردم و همشون به مقام های بالا رسیدن و دوتاشون پزشک هستن، یکیشون هم در ناپزشک هست. و حتی این دفعه آخری که اینطوری شد، من دختر کوچکم به من گفت مامان تو اصلا دیگه نرو، تو چرا برای خودت رسپکت نداری؟ تو وقتی که رسپکت نمی کنی این بابا اینطوری حرف میزنه. و موضوعی دیگری که باعث شد من بیام و دیگه نرم این بود که این پدر یعنی
شوهرم با دخترم سر یه چیز کوچیکی مثلا 15 سال بیش بحثشون شد که اینم که چرا من کرکره رو کشیدم بالا که ویدیو بیرون رو نگاه کنم و شوهرم دعوا رو انداخت که چرا تو کرکره رو میکشی بالا که مردم ببینن. و دخترم اومد بهش گفت بابا میبینی که همه بیرون کرکره بالا هست و همه ویدیو رو دارن نگاه میکنن، چرا بو نمیذاری مامان ویدیو رو نگاه کنه؟ و بعد این خیلی عصبانی شد، شروع کرد به پشت دادن به دخترم و از این موقع دیگه گفتش من با این دختر دیگه کاری ندارم. در صورت این دختری بود که تمام مدت دانشجوی پزشکی بود و دو سه جا کار میکرد که کمک خرج ما باشه، در صورتی که اون موقع پدرش اصلا درآمد نداشت و 3 سال و 4 سال تو خونه نشسته بود و امتحانای پزشکی رو میخوند. بعد این دفعه آخری که ما امریکا بودیم این دخترم 5 روز تعطیلی داشت، چون تخصصش رو میگیره فقط 5 روز تعطیلی داشت و اومد پیش ما. اومد پیش ما، ما همه بچه ها جمع بودیم و این از شب اول با این دخترم خر کرد و 5 روزی که این اینجا بود اصلا با هاش حرف نزد. و من دیگه از اون موقع فکر کردم که دیگه واقعا نمیشه، یعنی اینو دیگه نمیتونم تحمل کنم. بعد من دیگه باهاش اصلا حرف نمی زدم و دیگه خیلی یعنی اون میاد حرف می زد و اینا، من دیگه حرف نمی زدم باهاش. بعد که دوباره موضوع اینا شد و اینا به من گفت که توی یه دکتری بوده که چند سال پیش توی تورنتو که بعدن در اومده که این مریضاشو دستکاری می کرد و اینا، تو با اینم بودی، اینم حتما خودت گفتی که من با اینا، در صورتی که من اصلا همچی چیزی به اینا گفتم. بعد حالا دکتر من واقعا میخوام ببینم که من با همچین شوهری باید چیکار کنم، باید برگردم و برگردم برای اینکه آخه ببینید عزیز، البته گفتم یک کمی من و شما یه فاصله هایی داریم که من یه همچین زندگی رو نمیفهمم، ولی به هر حال ببینید عزیز، بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، شما یه همسر بدبین شکاک مزنونی دارید و این متاسفانه به عنوان یه بیماری به درجات مختلفش تو بسیاری از جوامع به ویژه در جامعه و فرهنگ ما با نگاه خاصی که به موضوع زن و مرد و رابطه جنسی و اینا میکنن خیلی شایع هست، ولی خب به عنوان یه بیماری و گرفتاری است که حتی زمینه ارثی داره که از خانواده پدری و مادری و اینها به فرد منتقل میشه. بنابراین همسر شما اینگونه که شما توصیف کنید بیمارند و یه آدم بیمار خودش رنج میبره و به شما هم رنج میده، چون این موضوعهای سخت و سنگینی برای خودش هم هست. اگر بپذیره، اگر آمادگی باشه که بعید میدونم که یه دکتر خوب پیدا کنید، پروش برید که کمک بگیرن و متوجه بشن که این مسئله و مشکل دارن، امیدی هست. در غیر این صورت با بالا رفتن سنشون، این شکشون، سوء ظنشون و یا به هر حال چون از دوربر خودشون آدم ها رو پراکنده میبینند و یه مقدار توانایی ها و قدرت خودشون رو از دست میدن، بدتر و بدتر میشه. اینکه شما میخواید بمونید یا برگردید، این حرفی است که بیشتر باید با دختراتون بزنید، با اونا مشورت کنید از یه نظر و با دکتر. ولی اینکه من بفرمایید شما بعد از این همه مدت مثلا چی کار میتونید بکنید، هیچی. یعنی این کارا مال ماها و سالهای اول بوده و بعدم به هر حال آدما در دنیای امروز یه گرفتاری‌ها و بیماری‌هایی دارن، به تحصیلات و ایناش رو هم میتونه ارتباطی نداشته باشه. ولی اینکه شما موضوع اهمیتاش رو به نظر من خیلی سر جاش درست نمیگذارید. اینکه یک کسی اینقدر شکاکه، شما رو به آدمای مشخصی منتسب میکنه، متهم میکنه، اونم به بدترین نوع و به بدترین فرمی که یه آدم میتونه نسبت به یه آدم حرف بزنه، چرسه یه مرد راجع به زنش که تو با یه مرد دیگه. حالا شما حرفتون این است که 5 روز با دخترم حرف نمیزنه. ببخشید میدونم این حرف من تو به درک چه اهمیتی چی بگه؟ چرا شما باید بگید این دیگه برای من خیلی مشکله که این کار رو بکنه؟ یعنی من یک کسی رو بکشمش بعد بگه
به اون یکی کارای بدتر کرد، با اون حرف رو نزن. شما چرا حساسی داری که حرف رو بزن؟ دخترت هم باید راحت‌تر باشه، شما هم باید آسوده‌تر باشید که بین این دو تا آدم که متاسفانه هیچ رابطه پدری و مادری که سهل هیچ نیست با هم گفتگو نمی‌کنه. چرا شما باید این موضوع رو اینقدر مهم بکنید عزیز؟ یعنی میخوام به شما بگم اندازه سر جاش نیست جان. ببخشید، من فکر میکنم که در هر حال من باید از دخترام، از خانواده بچه هام پروتکتشون کنم. اصلا یعنی چی؟ یه دختر 30 و چند ساله یا هر چی مادرش بخواد پروتکتش کنه در مقابل پدرش، به شما چه ارتباط داره؟ حتی شما میدونی نظر من این است که اگر اختلافی بین پسر و دختر با پدر یا مادره، به اون یکی ارتباط نداره. اون میتونه نظرش رو بده، بعد اون باباته، اونم مادره، هر کار میخوای بکنی بکنی. آخ شما که قرار نیست که برای بچه های شما که جسارت من رو ببخشید، شما اصلا ابدا از خودتون محافظت و مراقبت نکنید. حالا میخواید دختر 30 و چند ساله ای بسا پزشک یا دندان پزشک رو در مقابل باباش محافظت کنید؟ آخ چه محافظت اینکه بیا حرف بزنید؟ شما من بگید داشت کتکش میزد، رفتم جلوش رو گرفتم، قبول، به پلیس زنگ زدم، قبول، خواستید کمک حفاظت کنید، دوتایی با هم حرف نمیزنم. دیدید که من به خودم اجازه دارم حرف بد و زشتی بذارم؟ چه اهمیتی داره عزیز؟ یعنی دکتر آخه من دوست دارم وقتی که دوست دارید عزیز من، دوست دارید؟ من شما رو زیر دست و پام گشتم له میکنم، شما میگید من دوست دارم لبخندم بزنه؟ دوست دارم یعنی چی عزیز؟ خدمتتون عرض کردم اصلا شما اندازه‌ای هیچ چیز سر جاش نیست. شما اگر میذاشتن تو یه چشم اینقدری میخواستید، یه دست و پای اینقدری، یعنی اصلا متوجه اهمیت موضوع نیستید. و حالا هم اصلا چه اهمیتی داره؟ اینکه شما رو داره متهم میکنه به خیانت به رابطه با یه مرد دیگری مسئله اصلی شماست، اینکه با بچه ها حرف میزنه یا نمیزنه فرقش، تازه بچه ها هم راحت داره. و بعدم شما میخواید چگونه حمایتی بکنید که مثلا پدر رو وادار کنید با بچهش حرف بزنه؟ اصلا چی بگه؟ اگر ماجرای ما یه گفتگوه عزیز، این است که اولا خودتون حتما یک کمک بگیرید، با یک کسی خانم روانشناسی صحبت کنید، دوم با بچه ها مشورت کنید، ببینید یه راهی که کمتر آزار ببینید، اذیت بشید، رنج بکشید کمتره. چون تو این زندگی که لذت و شور و شوق و شادی نبوده، شما خودتون رو یه نوعی وقف بچه های کردید که به اونا برسید که حداقل اونا در یه تعادل نسبی فیزیکی برخوردار باشن، بتونن برن درسشون رو بخونن. ولی همچین محیطی، همچین جو و شرایط خانوادگی که به بچه خوبی و زندگی یاد نمیده عزیز، همون بهتر که بروند و با پدرشون هم هیچ کاری نداشته باشند و حرفی هم با هم نزنن. دلیلی برای اینکه شما نگران این موضوع باشید اصلا نمیبینم عزیز. بنابراین مواظب خودتون باشید، بس دیگه. تمام عمرتون خواستید بقیه رو مواظب و مراقب باشید و پروتکت کنید و حمایت کنید، راه کنید عزیز. ما یه وظیفه داریم. جان ببخشید، مشکلم این هست که مثلا پسرم همیشه به من میگه تو باید طاقت بیاری، تو باید طاقت میاوردی زندگی رو به هم نمیزن. خب پسرتون حرف نامربوط، چرا؟ چرا باید شما؟ البته من گفتم اون که گذشته، من به 37 سال قبل برمیدم عزیز من. دو تا چیز هست که به نظر من وقتی تو زندگی زناشویی پیدا میشه سم و زهر و کشنده است. یک، شک و سوء زن. به همجاست که شما اگر با من آشنا باشید عرضم اینه که اگر با یه پسر دختری رفتید رستوران که با هم آشنا بشید، اونجا فهمیدید این آدم شکاکیه، یه دفعه بگید من دلم درد گرفت باید برم، برید، اصلا دیگه جایی برای موندن نیست. دوم عصبانیته، برای که مطالعات نشون میده عصبانیت تمام رابطه رو و هر رابطه رو به تنفر و عشق رو به بیتفاوتی میرسونه، چون عشق به تنفر تبدیل میشه، میشه هیچی، یه کسی رو دوست داره دیگه نداره، رابطه رو تبدیل به تنفر میکنه. این دوتا چیز دوتا عنصر اصلی برای کشتن هر رابطه ایه. و شما این دوتا رو داشتید از آغاز، پسر بزرگوار شما نشسته باید تحمل میکرد. برای شما بذارید حالا که این بحث رو مطرح فرمودید، من اصلا در تمام عمرم بیش از شاید 50 سال تو این کارم به یک اعتبار خبر از موضوع و مسائل دارم،
من یک نفر تا به حال ندیدم، چون خودتون اشاره فرمودید، که گذشت کنه، تحمل کنه و فداکاری کنه. من ندیدم. من هنوز ندیدم هیچ آدمی که گذشت و تحمل و فداکاری کنه. من هنوز ندیدم هیچ پدر و مادری که به خاطر بچه ها تو زندگی زناشویی مونده باشن. معلومه که شما الان با من سخت مخالفید. صبر کنید عزیز. ریشه این مسئله، صبر کنید عزیزم، ریشه این چهار تا نونه: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. ما چون نادانیم میمونیم، تحمل میکنیم. چون ناتوانیم میمونیم، تحمل میکنیم. چون محتاجیم، نیازمندیم، میمونیم، تحمل میکنیم. چون نگرانیم که بدتر بشه میمونیم عزیز. نه ندیدم. 25,000 تا مریض و مراجعه داشتم، ندیدم. با بیش از 32,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، ندیدم عزیز. شما من چی میگید؟ شما اگه دانا بودید زیر بار اون حرفا میرفتید؟ شما اگر توانا بودید اون پرت و پلاها رو قبول میکردید؟ شما اگر نگران مثلا سلامتی فرزندانتون نبودید میموندید کسی شما رو متهم کنه که با این مرد رو به اون مرد بودید؟ برای چی؟ که چه نگه دارید؟ حالا پسر بزرگوار شما اینقدر کمدانه که حرفش اینه که تو باید تحمل کنی. چیه تحمل کنی؟ برای چی؟ که ما بمونیم توی زندگی جهنمی لعنتی که رنج ببریم، که 4 تا یا 40 تا آدم احمق، ابله، بیمار، بیکار راجب ما چی فکر کنن؟ که اینا مثلا ازدواجشون به هم خورد و طلاق رو فکر کنن، نظرشون راجب ما هم عوض میشه بشه. البته دکتر اینو بهتون بگم که وقتی که این موضوع نبود، خیلی شوهر خوب، خیلی کرین، جلوی همه که مهمونی بودیم همه فکر میکنن این عاشق زن. ابدا خانم، آخه شما یه چیز داری میگی، ایشون نمای عزیز من. نه آقای دکتر، عزیز من میدونم. من چرا نصب کنید، صبر کنید. من چرا لباسمو تمیز میکنم؟ دوست دارم پارچه تن من تمیز باشه. من چرا اتومبیلم تمیز میکنم؟ برای که ماشینم تمیز باشه. من چرا بنزین توش میریزم؟ بخاطر نه، من بخاطر خودمه. ایشون با تو مهمونی نشون میده آقا ببین ما کی هستیم، اولا چه زنی داریم، بعد از اون ببین ما چقدر آدم خوبی هستیم و با زنم اینگونه رفتار میکنیم. نه نه دکتر، نه من. پس چرا عصبانی میشدن با همه؟ عصبانی کل مریض دیگه. نه دیگه، حالتون خوب نیست عزیزم. من که نمیتونم هر جا لازم شد بگم مریضه. من بزنم این نفر بکشم بگم خب مریضه، فوش بدم بگن مریض. یعنی چی مریض عزیز؟ مریض وقتی است، مریض از نظر روانی وقتی است که توانایی تشخیص خوب و بد رو نداره و فقط اونجاست که دادگاه‌های امریکا شما رو تبرئه میکنن. یعنی من بتونم ثابت کنم تو دادگاه که این آدم توانایی تشخیص خوب و بد و درست و غلط رو نداره، حالا قبول کنم مریضی شد. و الا تمام آدمایی که چاقو میکشن، تمام آدمایی که دزدی میکنن، تمام آدمایی که آدم میکشن معلومه مریضن. ولی مریضی که حکم تبرئه صادر نمیکنه عزیز. خب حالا دکتر من فقط اینه که وقتی من هست از به من التماس میکنه میگه دیگه نرو، دیگه بمون، فلان کن، این یعنی فکر میکنیم برای چی اینو؟ آخه شما فکر. آخه عزیز من، شما اولا خودتون یاد درست به من چی گفتی؟ به من گفتید من قهر میکردم میرفتم، بعد از یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه خودم برمیگشتم. ایشون دنبال شما نمیام. حالا داره میاد. فقط از خود راضی و آخه عزیز من، آخه اینجوری که نمیشه که من برگردم بگم این از خود راضی دنبال من نمیاد، ولی فکر کنم که از خود راضی نیست پس میاد یا داره میاد. این اول. دومی که ایشون اگر، چون گفتم من و شما با هم یه فاصله ای داریم از حرفا پیداست، شما خیلی ایشون میخواد یه کاری بکنه که به نظر من شاید مفید واقع بشه، شما و ایشون باید حداقل 50 جلسه با هم برید دکتر که ایشون متوجه بشه بیمار گرفتار احتیاج به دارو داره، برای که این زمینه شک و سوء ظنش او رو در اسپا در میاره. ایشون اگر شما رو با آتش میکشید من اونقدر اهمیت نمیدادم. خودش رو اول آتیش میزنه، روی شما میندازه که دوتایی بسوزی. یه مردی که به زنش رو متهم میکنه به اینکه تو با مردای دیگه هستی، دمار از روزگار خودش در درونش در اومده، بمب تو وجود خودش اول منفجر شده، وجود خودش با آتش کشیده شده، حالا شما رو روح شما میندازه شما رو هم بسوزونه. اینجوری نیست که بهش خیلی خوش بگذره، خیلی هم خوشحال باشه که به به چه زندگی که همسر من خیانت بکنه. من چیزی نداریم عزیز. اینه که عرض کردم شما اگر پای این حرفی که درسته میفرمایید که ایشون مریضه بیستید، مریض باید معالجه بشه. مریض که نمیشه آزاد بذاره برای کار دلش خواست بکنه. یا این استدلال که وقتی خوبه خوبه، خب همه وقتی خوبه خوبه. یه قاتل
بعد از 35 سال 30 سال یه نفر رو کشته، تمام عمرش که نکشته. خب قبلا خوب بوده، با یه دونه کشتن میشه قاتل. بنابراین هیچ کس نمیتونه من بگه که من 100 ساعت رانندگی میکنم یه دقیقه رانندگی بد میکنم میذارم یه نفر رو میکشم. این چه رانندگیه؟ من برگردم میگم آدم ها وقتی خوبن خوبن، وقتی بدن بدن، با بدیه مشخص میشه. من اگر قلبم یک دقیقه کاری که باید بکنه که سر یه دقیقه چی 30 ثانیه نکنه من مردم. مهم نیست که 74 سال کار کرده. بنابراین این که عرض میکنم خدمتتون، گفتم با توجه به توضیحاتی که میفرمودید من با شما متفاوتم، متوجه اونم هستم و دلم میخواد بدونید که اگر میخواید این مسئله حل بشه، اگر میخواید راه حلش یه دکتره که کمک کنه ایشون رو و شما. اگر ایشون راضی نمیشه و نمیاد و شدنی نیست دیگه، حالا قصه شماست که باز میخواید چه کنید، کجدار و مریضه، باز هنوز اون اصل تحمل و گذشت و فداکاری رو میخواید بیارید تو صحنه که کار نمیکنه، عمقی هم نداره، فقط یه زندگی که خوب نیست ما رو زنده توش نگه میده. ما زندگی که نمی کنیم، زنده ایم. خیلی هم که دلمون بخواد متاسفانه بسیاری از ما به جایی رسیدیم که فقط به دنبال بیدردی و بیرنجی هستیم، به دنبال شادی و لذت و شور و شوق و هیجان که نیستیم. همینقدر که دردی نباشه، همینقدر که گرسنگی نباشه، همینقدر که تشنگی نباشه، متاسفانه کار یه درصد بالایی از مردم دنیا در همین حد که زنده باشن ولی زندگی نکنن. شما به نظر من این گونه که توصیف فرمودید این بوده، ولی حالا من فکر می‌کنم حرفامو زدم، دلتونم می‌خواد حرفای منو که حتما همسرتون دوست ندارن بگذارید ایشون بشنون، بگذارید بچه‌هاتونم بشنون، نه اینکه نظر منو قبول کنن، نه اینکه تایید کنن، حداقل بدونن یه آدم دیگه غریبه ای از راه میرسه و با اطلاعات کم کم و ناقص ناقص به خودش اجازه میده این حرفا رو بزنه، حداقل بدونن. ولی توصیه من خدمتتون که فکر کنم شاید کار بکنه، یه روانشناس خوبه که شما و همسرتون با هم تشریف ببرید، امیدوارم ایشون هم قبول کنن، حداقل هر دو بتونید به یه بیدردی و بیرنجی برسید و اذیت نشید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. فقط آقای دکتر این قدم که وقتی که با هم خوبه همیشه میگه که تو اگه نبودی من به اینجا نمیرسم. بله. تو باعث شدی من امتحانا رو قبول بشم و این چیزا. ولی واقعا میگم یعنی همینجوری که شما میگین باید آدم درمانی برای این پیدا. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم.